76 نفر سوار این قایق شدن که غیر مجاز بوده و به صورت ایلگالی یعنی غیر قانونی از ترکیه، بودروم ترکیه وارد آبهای یونان و از اون طریق به ایتالیا شدن که متاسفانه چندین مایل بعد از آبهای یونان قایق دچار مشکل شده و به ما اینفورمیشن های زیادی داده میشه، ولی یکی از منابع موثقی که ما در اختیار داریم به ما گفتن که قایق متاسفانه منفجر شده. دلیل منفجر شدنش کاملا نامشخص هستش، ولی چیزی که برای ما بیشتر یعنی شک و شبهه بسیار زیادتر هست نسبت به اون مسئله این هستش که احتمالاً سوء نیتی، سوء قصدی در کار بوده و این بمب رو در قایق قرار دادن. این اطلاعات که من نمیتونم بگم 100% تایید شده، اطلاعاتی هستش که به ما داده شده. و اینکه من الان در سازمان گارد ساحلی اروپا در ایتالیا هستم و اینکه دارم نهایت تلاشم رو میکنم، نه فقط من، ما یک تیم هستیم اینجا، من تنها شخصی هستم که خانوادم در این حادثه، عزیزانم وجود داشتن و تنها کسی هستم که به عنوان خانوادهشون دارم این مسئله رو پیگیری میکنم. ما نهایت تلاشمون هستش که از طریق تیم با همه جا در کانکشن هستیم، در تماس هستیم که بتونیم وکیل بگیریم، که بتونیم هلیکوپتر اجاره بکنیم، چون که گارد ساحلی اینجا متاسفانه بنا به دلایلی که خودشون برای ما گفتن نمیتونن به ما کمک بدن، ما هلیکوپتر بگیریم. ما داریم نهایت سعیمون میکنیم با هزینه شخصی خودمون که یک تیم هستیم پول رو در اختیار شرکت ها، ایجنسی های دیگه ای بذاریم که بتونن به ما پایلوت بدن، که ما خلبان بدن و بتونیم بریم ساحل های ایتالیا رو بگردیم، بتونیم بریم روی دریا رو با هلیکوپتر بگردیم، بتونیم بریم ساحل های یونان رو بگردیم. ما از چند تا کانال به همون اخطار داده شده که این مسائل رو دنبال نکنیم. به ما یکی از عزیزانمون رو تهدید کردن که اطلاعات داده نشه، که خیلی از مسائل دیگه دست ما رو دارن همه جوره میبندن، ولی ما باید قوی باشیم. از اول که بچه ها همشون سوار قایق شدن، نه غذا بهشون داده شده، نه غذایی در قایق بوده، نه اینکه آبی در قایق بوده، در حالی که به همه این عزیزان، به خانواده هاشون که کنار این عزیزان بودن گفته شده که در قایق غذا و آب هست، غذا و آب نیارین. زمانی که قایق در ساحل یونان رو رد کردن، خواهر من وایس ریکوردش رو من دارم، برای من پیام فرستاده، میترا اینا توی سواحل یونان دارن دور خودشون ما رو میچرخونن، قایق رو همینطور به صورت اینطور دایره وار دارن میچرخونن، وقت دارن تلف میکنن، خیلی همه چیز عجیبه، دارن با یک جاهایی با یه اشخاصی هماهنگیایی میکنن که ما متوجه نمیشیم، نمیذارن ما متوجه بشیم. هماهنگیایی که نه برای سلامت رسیدن این عزیزان بوده، هماهنگیهایی که ظاهرا یک مسائل دیگه‌ای پشت پرده هستش، ظاهراً یک شیوه دیگه در پشت پرده هستش و دقیقاً همین کانال ها هستش که داره دست ما رو می‌بنده.